زیر پوست شهرهای ایران چه می‌گذرد که این همه تمامیت نظام را به وحشت انداخته است؟ زیر پوست شهر خبرهایی است. آنچه که شما در ظاهر می‌بینید در زیر پوست شهر و در باطن شهر خبرهایی است. اینو واقعا بسیار خطرناکه. ما مخصوصا در رابطه با این شبکه‌های ماهواره‌ای و امثال اینها باید خیلی مواظب باشیم. یک عضو سابق مجلس ارتجاع هم این چنین هشدار داد: متاسفانه شرایط خوبی نیست. مردم در تنگنا قرار گرفتند. وقت زیادی باقی نمانده است و امروز دیگر زمان آزمون خطا نیست، چرا که تاب‌آوری مردم به حداقل خودش رسیده است. من آینده رو بسیار روشن می‌بینم. به راستی مقصر این وضعیت کیست؟ چرا آخوندهای خامنه‌ای می‌خواهند خامنه‌ای و رئیسی را در ببرند؟ اونجایی که گیر داریم مدیران رده میانی هستند. برنامه داریم طرد می‌گیم عمل کنیم. یه آقای کارمند عمل نمی‌کنه. این بدنه میانی به زمین چسبیده. این بدنه میانی از زمین حرکت نمی‌کنه. اگر مشکل مدیران میانی است، پس این همه قسم و آیه در ترس از تکرار آبان برای چیست؟ هرگز هم دولت انقلابی به دنبال گران کردن بنزین فعلا نیست. ما خودمون مخالفش هستیم. اما مردم و جوانان شورشی به خون شهیدان آبان قسم خورده‌اند که بند از بند این رژیم بگسلند. الان توی آبان ما هستیم. باید با خون کشته شده های آبان 98 تجدید پیمان کنیم و انتقامشون رو از این رژیم بگیریم. میتوان و باید این رژیم را به زباله‌دان تاریخ فرستاد. سلام بر شهیدان، سلام بر گیام آفرینان آبان، سلام بر آزادی و ارتش آزادی. هیچ ارتش و نیروی در جهان از اراده ما برای آزادی قوی تر نیست. از 67 آبان دادخواه خون یاران. زنده باد آزادی.